من طبعا پرسم مهمترین چیز یا در واقع خطرناک ترین چیز که علی برای جن و شیاطین این به شمار میره و شخص جادوگر با اون وضعیت نمیتونه کارهای خود در واقع سحر و جادو رو انجام بده مواردی ذکر کردن که اولا پایبندی به نمازها در وقت خودش تلاوات قرآن و اذکار و ادعیه که حالا تحت اذکار و ادعیه صبح شام معروف هست آیت الکرسی و سوره اخلاص و معوزت این هست از مهمترین از و دعا طبعا فقط انسان الله را صدا بزنه حضور در مساجد تمیزی بدن و همچنین پاکی اعتقاد انسان قلب پاکی داشته باشه حس حسود نباشه بغض و عداوت و دشمنی در دل نداشته باشه انسان قوی در دین ایمانش باشه جن و شیاطین به این شخص نمیتونن نزدیک بشن و خطرناک ترین کلمه بسم الله خود بسم الله بسیار خطرناک من پرسیدم اتفاقی برایشون برای رخ داده بود خیلی مختصر سه چهار دقیقه بیشتر وقت نداریم و من آماده کردم میگم سوال های شما از آن رو بشنوم مطالب شما رو بشنویم ایشون طبیعت حال این بود که قصه قصه طولانی است و وقت نشد که به صورت دقیق این رو مطرح کنه می آمد و مردم فکر میکنن ایشون اولیاء خداست و یک روحانی بودن خب تصویریشون رو ملاحظه فرمودید همین در واقع سیما در وقتی که ایشون جادوگر بودن همین سیما رو داشتن گرداگرد بیمار میچرخیدن مثل تواف میچرخیدن و بعد از مدتی که مثلا حالا چند دور میچرخیدن یک سری از کار حتی سوره های قران هم میخوندن مردم فکر میکردن که این داره سوره قران میخونه در حالی که سوره قران از قلب نبود یا بهش فکر نمیکرد میگه خنجر رو بیرون می آوردم و میزدم به شکم خودم مردم فکر میکردن که واقعا من خنجر به شکمم میخوره در حالی که این چشم مردم بود که این رو به این صورت میدی در حالی که خنجر بشکم من نمیخورد و در واقع همون سهر و سحر و اعیون نازه. جوانی اونجا نشسته بود و شروع میکرد آیت الکرسی با قلب و با توجه به معنا و اون جوان پایبند به نماز میگه این اتفاق من در حالی که میچرخیدم خب اون آیت الکرسی میخون جن و شیاطین از اون محدوده پا به فرار گذاشتن و من هم غافل از این که این اتفاق جن و شیاطین نیستن که اتفاق بیفته خنجر رو محکم دادم به شکمم خورد و افتادم به زمین من رو به بیمارستان بردن بعد از مدتی گفتم که چرا با جن و شیاطین که ارتباط داشتم از اون پرسیدم که چرا من تنها گذاشتید گفت مگر آن جوان رو ندیدید که در کنج خانه نشستی بود آیدول کرسی میخوند و ما با حضور اون جوان نمیتونستیم ادامه بدیم طبیعت اینی که این گونه تو تنها ماندی میگه من گفتم که هر طوری شده انتقام را باید از این انتقام را از این جوان بگیرید میگه که خب مدت ها گذشت و این جوان هیچ اتفاقی براش نیفتاد پرسیدم که چرا نتونستید این انتخام رو بگیرید گفتن که این جوان بعد از هر نماز آیت الکرسی با توجه به معنا میخونه و ما به این نمیتونیم نزدیک بشیم مردم گفتن که در واقع این شیخ داوود که اولیاء الله هست و کرامات میتونه انجام بده این به این صورت دروغ گفته بود گفت نه خیر این خانم چون بیماری که بود و گرداگرد بود تواف میکرد گفت مشکل از این خانم بود نه از من بود چون این در دوره ماهیانی بود و به من اطلاع نداده بودید و من که اولیاء الله هستم که برای این کارها نیستم شما باید به من اطلاع میدادید یعنی ببینید نحوه فلسفه و فرار و توجیه غلط برای اینکه مردم را بخوان فریب بدن ولی حاضر ملت عزیز بیهوش باشین مبادا شما را فریب بده یک روحانی دین که ریش داشته باشه امامه 4 متری داشته باشه تسبیح آنچنانی قرآن اینچنینی و حتی اگر دید در آسمان بال میزنه بفهمید رسول الله که از همه اینها بهتر بود این کار نتونست انجام بده و دیگر اصحاب رسول الله اهل بیت رسول این کار نتونست انجام بده و اینها خرافاتی است که در با همکاری جن انجام میدن و به خصوص جادوگر از مادر نام مادر میپرسی یکی از شاخصه های معروف جادوگر اینه که نام مادر شخص میپرسی و توکل به الله داشته باشید هیچ وقت نترسید و ما هم به دارنی نبیه من احدین لبیدن الله جن و شیاطین اینقدر از انسان میترسه به تعبیری گفتن همون گونه که گربه از انسان میترسه و پا به فرار میگذاره جن و شیاطین از انسان هم میترسن در خانه‌ای که سوره بقره شب تلاوت میشه جن و شیاطین به اون نزدیک نمیشن پس اون گنبد بارگاه هایی که میگفتن معجزه میکنه براتون روشن شد که این چه بلایی پشت پرده هست دعا نویسان چه کارها و چه بلا اینها بزرگترین جنایتکارانی هستند که بدبختی دنیا و آخرت را به جان میخرند اگر جادوگری الان این برنامه رو میبینه به الله بازگرد یادت باشه این مسیری که میری هم خودت هم دنیای خودت هم آخرت خودت رو ویران میکنی و دست بکش و توبه کن و شما ملت عزیز یادتون باشه اگر یک دفعه سراغ جادوگر رفتید برای حل یک مشکل اون جادوگر نقطه ضعف شما رو تشخیص میده و تا آخر عمر برای شما جادو پشت سر جادو میفرسه چون میدونه که شما نقطه ضعف دارید و در کوچکترین مشکل به او رجوع خواهید کرد پس قوی باشید اگر مشکلی به شما رسید با ذکر و اوراد اون رو حل کنید و سراغ دعا نویس نرید چون دعا نویس اگر این شما رفتید نزدش این مشکل شما حل میشه میفرسته سراغ قبر فلانی میگه بر قبر فلانی خاک قبر فلانی بگیر و مشکلتون حل میشه به ظاهر یک مشکل دیگری براتون درست میشه مشکل دیگر حل میشه مشکل سوم مشکل چهارم تا آخر عمر شما برده و وابسته به این شخص میشید پس از اول از اول به الله توکل کنید و انسان مؤمن موحد همیشه مطمئن و آرامش خاطر داره که هیچ این آرامش و آسودگی خاطر در هیچ جای یافت نمیشه